همراه میشیم با دکتر محمد عیسی خاقانی، کارشناس مسائل سیاسی از شهر مقدس کربلا. سلام، وقتتون بخیر. جناب آقای خاقانی، آیا دولت فرانسه با در پیش گرفتن این سیاست‌های تبعیض‌آمیز نسبت به 7 میلیون مسلمان فرانسوی میتواند ایشان را نادیده بگیرد؟ با عرض سلام به شما و بینندگان عزیزتون، بله، من اگر اجازه بدین یه جانب دیگری از این قضیه رو میتونم بررسی کنم و اون جانب جانبی است که متعلق به خود مسلمانان در فرانسه است. مسلمانان در انگلیس مثلا به حق خودشون رسیدن و میتوانن حتی در پارلمان انگلیس با حجاب باشن، ولی چرا در فرانسه این چیز رخ داد؟ چون مسلمانان فرانسه نسل دوم و سوم واقعا از اسلام کنار کشیده شدن و خودشون به دین و مذهب خود اعتقاد ندارن. از این نظر وقتی بعد از سال 1980 و همون نسل دوم و سوم به دنیا آمد و حرکت اسلامی در جهان رخ داد، اینان حجاب را جدید پوشیدند. از این نظر نتوانستند درباره حجاب دفاعی برای خود ایجاد کنند. به نظر بنده اگر این دو نسل دوم و سوم توانسته باشند که وارد پارلمان فرانسه بشوند و قانونگذاری و قانون اساسی را تغییر بدهند، می توانند کاری را بکنند. در این حال کسانی که در آن طرف گوشه نشستند و مشغول اسلحه سازی و موشک سازی در کشورهای اسلامی می باشند، اگر تمرکز ایشان این کشورها، قصد من کشورهای اسلحه ساز، به جای اسلحه ساختن به ذهنیت کمک به مسلمانان این کشورها و رساندن آنها به جاهایی در رسانه و در پارلمان که نتیجه آن دفاع از اسلام باشد، خیلی بهتر از اسلحه می باشد. بله، جامعه فرانسه با توجه به سنت قدیمی دموکراسی و شعار آزادی و برابری و مدعای به رسمیت شناختن حد انتخاب، حق انتخاب، چگونه چنین تبعیضی را توجیه می کند؟ توجیه چنین تبعیضی از همون جاهای مارکسیستی و سکولار گرفته شده که فرانسه از اینها، از این سکولارها به عنوان نماد تاریخ فرانسه نامگذاری کردن. همیشه در تاریخ فرانسه این چیز پیداست که دین همان دینی است که در کلیسای عصور وسطا بود و این اشتباه که چاپ این دین و فوتوکپی این دین، دین مسیحی و تفتیش عقاید کلیسا که در تاریخ فرانسه خیلی تاثیرگذار بود، به دین اسلام منتقل شد. و همونطوری که در بعد حدیث هم گفتم، چون کسانی از مسلمانان در فرانسه اسلام حقیقی را نشان ندادن و یک ضرب از اسلام به عنوان اسلام داعشی نمودار شده، اینان قوی تر شدن. شما میدونید که ضریب هر کاری عکس العمل آن کار است و اگر چند انفجاری که در فرانسه و چند کشتن چند سرباز فرانسوی در فرانسه موجبش همان داعش اسلامی بود، اینا فقط داعش را پاک کردند و اسلام را نمودار این کار قرار دادند. از این نظر عکس العمل آنها عکس العمل طبیعی به نظر میرسد. بله، سپاسگزارم از توضیحاتتون. دکتر محمد عیسی خاقانی، کارشناس مسائل سیاسی از شهر مقدس کربلا.